حرمهای امامین عسکریین علیهما السلام در شهر مقدس سامرا شاهد حضور انبوه زائران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. خیل عظیم زائران همراه با دسته های عزاداری از روزها قبل از استانها و شهرهای مختلف عراق برای ادای احترام به سامرا آمده اند و تا فردا یک شنبه هشتم ربیع الاول همچنان شاهد حضور گسترده عاشقان اهل بیت در این شهر خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، عزاداران با امام عسکری علیه السلام تجدید میثاق کردند تا از فرزندش امام منتظر علیه السلام دفاع کنند و ارزش‌ها و اصول والای آن حضرت را گرامی بدارند. شاین ذکر است مراسم عبادی و اقامه شعائر دینی از امنیت کامل برخوردار بوده و طبق برنامه‌ای که توسط دبیرخانه کل حرم و با همکاری ادارات خدماتی و امنیتی استانداری صلاح الدین و فرمانداری‌های پشتیبان تهیه شده است پیش می‌رود. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی امروز شنبه تأیید کرد که آنچه بشر بیش از همه به آن نیاز دارد دستیابی به صلح برای همه انسان‌ها و رهایی از سایه جنگ و درگیری و جلوگیری از ادامه آن بین کشورها یا در داخل کشورهاست. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، یکی از وظایف جامعه بین الملل که دولت‌ها نماینده آن هستند اقدام جدی برای توقف جنگ‌ها و خونریزی‌ها در سراسر جهان و جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این جنگ هاست. این بنیاد در پایان بیانیه خود بر لزوم تبلور یک بلوک سیاسی با اراده واقعی برای محدود کردن وقوع جنگ ها و در عین حال تضمین عدالت و حقوق به طور مساوی تأکید کرد. خبری از افغانستان. حقوق زنان و کودکان افغانستانی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، افغانستان با ممانعت از تحصیل دختران در مقاطع بالاتر از کلاس ششم تنها کشوری به شمار می رود که محدودیت هایی برای تحصیل زنان دارد. آژانس کودکان سازمان ملل اگرچه تخمین می زند 5 میلیون دختر قبل از تسلط طالبان به دلیل کمبود امکانات و دلایل دیگر از تحصیل بازمانده بودند، اعلام کرد که همکنون بیش از 1 میلیون دختر تحت تأثیر این ممنوعیت قرار دارند. در همین حال روزا اوتومبایاو، نماینده ویژه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر نمایندگی این نهاد در افغانستان هم گفت که یکی از تأثیرات آشکار ممنوعیت تحصیل عدم آموزش متخصصان مشتاق مراقبت‌های بهداشتی است. در یک جامعه کاملا تفکیک جنسیتی شده، اگر هیچ متخصص زنی برای درمان وجود نداشته باشد، زنان افغانستانی چگونه میتوانند از ابتدایی ترین خدمات مراقبت‌های بهداشتی برخوردار شوند؟ نخست وزیر بنگلادش در سخنرانی 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به بازگشت مسلمانان روهینگیا به میانمار ابراز ناامیدی کرد. شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش، در سخنرانی خود در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که بلا تکلیفی سازمان ملل در بازگرداندن آوارگان مسلمانان روهینگیا به میانمار ثبات کل منطقه را به خطر می‌اندازد. وی خاطر نشان کرد بلا تکلیفی در مورد بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان منجر به ناامیدی گسترده‌ای شده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است امنیت و ثبات کل منطقه و فراتر از آن را تحت تأثیر قرار دهد. پناهندگان روهینگیا در بنگلادش بیشتر در کمپ‌های شلوغ در بازار کاکس و باسانچار زندگی می‌کنند. اکثر آنها نیز در آگوست 2017 از سرکوب وحشیانه نظامی در ایالت راخین
گریختند. خبری از مسلمانان اروپا. یک دانش آموز مسلمان در فرانسه به دلیل پوشیدن کیمینو، یک نوع لباس ژاپنی که دانش آموزان محجبه بعد از ممنوعیت از پوشش عبا به آن متوسل شده اند، اخراج شد. گفتنی است این دانش آموز محجبه به دلیل این رفتار مدرسه به سازمان ملل شکایت کرده و ادعا کرد که از سوی مدرسه مورد تبعیض قرار گرفته است. شاین ذکر است تصمیم ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه مصادف با آغاز سال تحصیلی 2023-2024 در 4 سپتامبر اجرایی شد، اما ده‌ها دانش آموز دختر محجبه حاضر به ترک عبا نشدند و در نتیجه از تحصیل باز ماندند. در پایان گفتنی است این ممنوعیت واکنش شدیدی را علیه دولت فرانسه برانگیخت. به گزارش وبسایت گلوبال نیوز کانادا، هزاران تظاهر کننده در پایتخت کانادا به اعتراض علیه تحمیل ناهنجاری‌ها در برنامه‌های درسی مدارس کودکان و تلاش برای به حاشیه راندن نقش والدین اعتراض کردند. کلیپ‌های ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود، هزاران شهروند، فعالان و خانواده‌های دانش‌آموزان را نشان می‌دهد که در چند شهر کانادا در میان حضور گسترده پلیس تظاهرات برگزار می‌کنند. گفتنی است معترضان با برافراشتن بنرها و سر دادن شعارهایی از مسئولان آموزش و پرورش خواستند تا به آموزش ناهنجاری‌های مغایر با ارزش‌ها و اصول دینی و اخلاقی والدین و فرزندان از دخالت در تربیت فرزندان خود دست بردارند. دولت لیبی روز جمعه اعلام کرد عملیات جستجو و نجات منجر به کشف 245 جسد در یک روز از شهر سیل زده درن شده است. گفتنی است طوفان دانیل ویرانی بزرگی را در مدیترانه مرکزی ایجاد کرد و در 10 سپتامبر شرق لیبی را در نوردید که منجر به سیل در چندین شهر از جمله بنغازی، بیدا، المرج، سوسه و درنه شد و تلفات جانی بسیاری را به همراه داشت. در همین راستا عملیات جستجو در تمام مناطق ساحلی درنه ادامه دارد و همچنان گزارش‌هایی از اجساد کشف شده دریافت می‌شود. تاریک جاسارویچ، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی WHO، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه تایید کرد که سیل در لیبی منجر به کشته شدن 3998 نفر شده است که 8000 تا 9000 نفر همچنان مفقود هستند. و اما خبر آخر، در جریان اقدامات حفاری در شهر گرانادا واقع در جنوب اسپانیا، یک قبرستان تاریخی اسلامی کشف شد. به گزارش خبرگزاری اخبارشی امجد سلیمان، باستانشناسی که پژوهش‌هایی را در رابطه با تمدن اسلامی در اندلس انجام می‌دهد، از کشف یکی از 8 قبرستان اسلامی در منطقه معروف به باب الفخارین در شهر گرانادا خبر داد. گفتنی است هم‌اکنون در گرانادا حدود 40000 مسلمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها از مهاجران هستند.